جشنواره تابستانی موسیقی بریتانیا که در هاید پارک لندن برگزار می شود با شرکت خوانندگان بنامی همچون برونو مارس، راجر واترز، گروه راک کیور و جمعی دیگر از خوانندگان از امروز جمعه آغاز می شود. اما همزمانی فستیوال موسیقی امسال با بازی های جام جهانی فوتبال و صعود تیم انگلستان به یک چهارم نهایی احتمالاً بر استقبال از این فستیوال تأثیر خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش روزیتا ایران دوست. غالبا یکی از نگرانی های شرکت کنندگان جشنواره تابستانی موسیقی بریتانیا شرایط آب و هوایی و بارش باران است. امسال صعود تیم فوتبال انگلیس و بازی های جام جهانی می تواند بر حال و هوای جشنواره تأثیر بگذارد، تا جایی که مدیر جشنواره نیز می گوید با نهاد پارک های سلطنتی برای کارهای پیش رو مشورت کرده است. ما در طول 10 روز برگزاری جشنواره برنامه‌های عالی تدارک دیدیم. با راجر وادرز شروع می‌کنیم و بعد با گروه راک کیور که 40مین سالگرد برنامه‌اش ادامه می‌دیم. شب بزرگیه. اریک کلپتون یک شنبه اجرا داره. بعد مایکل بوبله و برونو مارس رو داریم و آخرین اجرای اروپایی پال سایمون را در شب آخر برنامه خواهیم داشت. گروه موسیقی کانتری دو نفره شایرز روز جمعه 13 چه در هوای بارانی و چه آفتابی اجرا خواهد داشت. ما خیلی هیجان زده ایم. آهنگای جدیدی از آلبوم جدید داریم که امیدواریم همه با همون همخونی کنن. خوشبختانه هوا نیز یاری کرده و این گروه دو نفره در حال تمرین آهنگ Stay the Night هستند. آهنگی که توسط اد شیران در مهمانی نشویل به آنها داده شده است. مدیر جشنواره تابستانی موسیقی بریتانیا میگوید جشنواره قطعاً با استقبال بسیاری از دوستداران موسیقی روبرو خواهد بود. به دلیل استقبال زیاد مردم از برنامه‌های مختلف با نهاد پارک‌های سلطنتی همکاری می‌کنیم، چون فکر کنم همه دلشون می‌خواد بدونن اجراها کی و چه زمانی خواهد بود. ششمین جشنواره تابستانی موسیقی بریتانیا به مدت 10 روز و از جمعه 6 تا یک شنبه 15 ژوئیه با اجراهای مختلف در فضای باز هاید پارک لندن برگزار خواهد شد. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.